اینطور که شما اینجا میبینید تبدیل هایی که من انجام دادم توی درس قبلی اینجا نتیجه اومده و ما میتونیم ببینیمش مثلا فیلممون مثلا صداهایی که تبدیل کردیم و حالا من میتونم اینجا بیام به طور مثال اینها رو جایگزین اونا بکنم مثلا بیام این AIC ها رو حالا اگه دوست داشتم میتونم اسمشم عوض بکنم فرزم به جای امیر دیویدی آدیو بذارم هر چیز دیگه ای که خودم فکر میکنم مناسب تره مثلا انگلیش، فرنچ، پرشین و حالا اینها رو بیارم توی پروژه دی دی سیو پروم توی لنگویجز جای اونا بذارم و همونطور که شما میدین چراغاشون الان سبز دیگه زرد نیست ورش دارم یکی رو بیام توی همونطور که این فولدر اصلی موویم این فیلم ام تو رو بذارم اینجا توی موویزم جای این یکی که زرده و یه مزیت خیلی بزرگی که داره این کار یعنی که شما تمام فایل هاتون کانورت شده باشه و چراغاتون همه سبز باشه همونطور که گفتم اینجوری نیست که اجباری باشه و کاملا اختیاری شما میتونید این کار رو انجام بدید میتونید انجام ندین خودش در نهایت این کار رو انجام بده اما یه مزیت خیلی بزرگی که داره اینه که شما هر بار که سیمیولیت میکنین و میخواین دیویدی تون رو اینجا تست کنین و ببینین زمانی کمتری گرفته میشه و خود دیویدی هم توی سیمیولیشنش روونتر پخش میشه دیده میشه تصاویر نمیدونم من شخصا این رو خیلی بیشتر دوست دارم که همه اینا سبز باشه تا اینکه مثلا چند تا زرد داشته باشم همونطور که گفتم غیر از اینکه این, که این مزیت هست کیفیت تبدیل کامپرسور هم یه خورده بهتره و سرعتش هم خب طبیعتا بالاتره همونطور که گفتم خدمتتون خب به خب، اندازه کافی فکرم راجبه اسیت صحبت کردیم حالا فرض کنیم که میخوایم بیایم یه دیویدی درست بکنیم اولین کاری که ما تو دیویدی انجام میدیم چیه؟ یه منو درست میکنیم همونطور که گفتم یکی از عناصر اولیه دیویدی منوه و همونطور که اینجا شما میبینید توی گرافیکال من بدون اینکه هیچ کار خاصی انجام داده باشم اولین چیزی که اینجا میبینم یه منوه یا آیکون اه... سی دی که روش یه آیکون پلی هم هست روش هست به اسم فرست پلی به این ما میگیم توی دی فرست پلی اولین چیزی که پخش میشه وقتی که بیننده دی رو میذاره توی دستگاهش میتونه یه فیلم باشه میتونه یه منو باشه ولی معمولا بهتره که یه فیلم یا منو باشه که اولین چیزی که بیننده میبینه یکی این دوتا باشه به طور مثال من اگه بخوام اینجا یه منو ایجاد بکنم میتونم این دوتا رو حسن حذف بکنم کلا بیام اینجا هم از طریق این اد منو میتونم منو اضافه بکنم هم از طریق پراجیکت کرییت ببخشید add to project و menu command وای خب حالا منوی من اینجا ایجاد شده من میخوام بهش یه چیزی اضافه بکنم فرزن میخوام تصویر منوم رو به این منو اضافه کنم روش دابل کلیک میکنم و تصویر منوی که اینجا دارم که حالا فرزن این تصویر رو اضافه میکنم بهش همونطور که شما اگه توی گرافیکال بیاید الان ببینید یه چیزی به این منو اضافه شده که تامنیلش نشون میده خب حالا از اینجا دیگه کار عملی ما شروع میشه چی کار باید کرد و دیگه چجوری میشونیم منو درست کنیم من از یه منو خیلی ساده شروع میکنم و درس هم رو یه مقدار کم کم پیچیده ترش میکنیم خب شما فرض کنین یکی از چیزهایی که میخواین اینجا حتما داشته باشین عنوان پخش فیلم یه نکته ای که در واقع عمل کرده تمام نهم افزارهایی که دیویدی درست میکنن از جمله دیویدی سی پرو اینی که خودشون در واقع تصویری که شما توشون میبینین چیز خیلی خاصی نیست یه جای حساسی روی اون وجود داره که شما با کلیک کردن روی اون اگه تو کامپیوتر بخوایم ببینین یا با انتخاب کردنش توسط کنترل و فشار دادنش میتونید انتخابش بکنید و حالا وارد اون بشین عین اینترنت شما همونطور که دید زمانی که تو اینترنت میخواید از یه جای به یه چیز دیگه برین روی چیزی که در حساس کلیک میکنین و واردش میشین ایجاد یه همچین چیزی توی دیویدی سی پرو که بهش ما باتن یا همون دکمه میگیم خیلی راحت با کلیک درک کردن روی خود منوه یعنی شما اگه هر جایی توی این منو کلیک و درگ بکنی یه باتن ایجاد میکنید یه منطقه حساس به یه اتفاق دو تا نکته در مورد باتن وجود داره یکی اینی که شما یه چیز کوچولو اینجا میبینین و این وسط یه فضای بزرگ خالی هر باتن توی دیویدی سوی پرو یه اسم داره که نرم افزار اون رو با اون اسم میشناسه و یه اسم دیگه ای داره که توی دیویدی شما دیده میشه بذارید اولا نشونتون بدم مثلا اینجا ما باطن یک داریم من میخوام این پلی مووی باشه یا اجازه بدید من اینجا پلی بزنم ولی میخوام به فارسی تا... تایپ بکنم اینجا خب من اسم این دکمه رو میذارم پلی اسمی که نرم افزار باهاش میشناسه اینجا دیده میشه همونطور که شما این گوشه بالا سمت چپ و توی قسمت نیم دیده میشه این به کسی که میخواد این دیویدی رو ببینه هیچ ارتباطی نداره و اصلا توی دیویدی نهای شما دیده نخواهد شد اما این چیزی که این وسط قراره بیاد من اسمش رو میذارم مثلا پخش پخش فیلم همونطور که شما میبینید الان پایین این نوشته من و پایین این باکسه من چطور میتونم بیارم داخل این باکس شما همونطور که میبینید این تکسی که من اینجا دارم رو من همینجا داشته دقیقا دارم من میتونم تایپ کنم پس برای ادیت کردن این تکس شما میتونید بیاد اینجا چیزی اینجا وارد بکنین یا هر چیزی دیگه اگه خواستین شادو بهش اضافه بکنین سایه زیرش بندازین یا به طور مثال اگه خواستین فونتش رو عوض بکنین میتونید بیاید توی فرمت فونت شو فونت یا شورتکات کامنتی من فکر کنم بیشتر این آموزش من از شرکت کامنتی استفاده بکنم به جای اینکه بخوام بیام از توی فرمت فونت و حالا شو فونت یا هایت فونت رو بزنم علتش اینه که خیلی سریتر و راحتتر زدن کامنتی خب حالا ما اینجا دو این نوشته میخوایم این وسط بیاد شما یه تکست پوزیشن دارید یا همون جای تکست جای نوشته الان روی باتم هست یا پایین من میذارمش روی سنتر میاد وسطش قرار میگیره اگر شما بخواید مطمئن به بالا باشه راست یا چپ میتونید این کار رو بکنید ولی عموما ما میخوایم وسط این باکسی باشه که میخوایم انتخابش بکنیم من اینجا تکس انتخاب میکنم حالا میخوام فونتش رو عوض کنم میام توی سری ایکس و مثلا فردوسی حالا یا ببخشیدم تا خودش باید اینجا انتخاب شده باشه با شما با یه تکلیک میتونید انتخابش بکنین و ف... مثلا فارسی یا فرناز یا اصفهان حالا هر فونت دیگه که مد نظر خودتونه من مثلا اینجا ممکن است فونت کودک خوشم بیاد اصلا مهم نیست که توی این وسط چی نوشته شده برای نرم افزار دیویدی و برای دی پلیر شما مهم این منطقه حساسه در واقع این منطقه حساسه که تعیین میکنه از کجا ما به چی بریم نه فقط این نوشته که این وسط این نوشته این وسط فقط یک در واقع نشانه تصویریه که بیننده ما بدونه روی چه چیزی باید کلیک بکنه و کجا باید بره اینجا من الان روی این پخش فیلم کلیک کردم و حالا فونت رو میخوام یه مقدار بزرگتر بکنم از 24 من میکنمش 26 و یه خورده بزرگتر میکنه 28 فکر کنم 28 مناسب باشه و حالا اگه خواستم میتونم ایتالیکش بکنم یا آتلاینش بکنم که من اینجا هیچکدوم از اون کارا رو نمیخوام انجام بدم با همین چیز عادی میخوام برم جلو خب پخش فیلم من حالا یه باتن شد حالا من یه چیزی دارم که وقتی بیننده خاص میتونه روش کلیک بکنه به طور مثال شما اگر سیمیولیت رو بزنید این اختار بهتون میده این همون نکته که الان داشتم خدمتتون میگفتم به عنوان فرست پلی میگه ما نداریم مثلا یعنی چیزی که وقتی گذاشیم دی ویدیو توی دستگاه اول همه پخشه نداریم شما بیان توی گرافیکال روش رایت کلیک بکنید روی منو یا هر چیزی که میخواید فرست پلی باشه و به عنوان فرست پلی انتخابش بکنید این آیکون میاد و این دفعه دیگه بکنم این مشکل رو ندارم همونطور که شما میبینید عین وبسایت ها که ما وقتی روشون میریم موس ما تبدیل به دست میشه به این معنا که شما میتونید وارد این بشین توی دیویدی هم به همین صورت هست اما نوشته تأثیری نداره یعنی من اگر الان این باتن رو بزرگتر بکنم جاش رو ولی نوشته من فقط همین کوچولو وسط باشه و سیمولیت رو بزنم شما میبینید که من تو این منطقه هر جا برم تبدیل به دست میشه فقط بحث خود نوشته نیست که قاعدتا بهتر ما منطقه حساسمون یه چیزی هول و اندازه اون نوشته حالا یا دکمه باشه که درست میکنی خب این مرحله اول ما حالا میخوایم یا یه فیلم رو بهش نسبت بدیم میخوایم وقتی که این رو بیننده زد یه فیلم پخش بشه چی کار باید کرد توی قسمت بعدی که در واقع ایجاد ترک و کرییتینگ ترک هست این نکته رو با هم میبینیم